Russian rulers. حکمفرمایی حکمرانان در روسیه مانند زمستان‌های سیبری است، طولانی و ادامه‌دار. Joseph Stalin's icy grip spanned a quarter of a century. Brezhnev ruled 18. جوزف استالین 25 سال، برژنف 18 سال و ولادیمیر پوتین تا حالا 20 سال. این یکی از هواداران پوتین است. وقتی 8 خانه در روستای او آتش گرفت و ویران شد، در تلویزیون به رئیس جمهور التماس کرد و از او کمک خواست. روز بعد آقای پوتین کارگران ساختمانی را فرستاد و اجی مجی لا ترجی. خانه های جدید به لطف کرملین. او حتی با رهبر روسیه دیدار کرد و با او دست داد. مردم روستا به هم گفتن تا یه سال دستتو نشور. بعضی ها هم خواستن با همون دستی که با پوتین دست داده بودم باهاشون دست بدم. روسیه با پوتین تونسته سرپا وایسه. بذاریم توی قدرت بمونه. 20 سال دیگه هم بهش فرصت بدیم. این تصویریه که پوتین انتظار داره بین مردم داشته باشه. پاسخ مشکلاتشون باشه. نه دلیل اونها. و چون کرملین اینجا رسانه ها رو کنترل میکنه، این پیام به همین شکل هم به مردم منتقل شده. در دو دهه اخیر ولادیمیر پوتین تلاش کرده تصویری مدرن و تغییر ناپذیر ارائه بده، اما همه مردم در روسیه با او موافق نیستن. کسی که اینقدر طولانی بر مسند قدرت بمونه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و فکر نکنه که خیلی خاصه و از همه باهوشتره. کم کم میرسه به جایی که خودش رو تنها آدم مهم و بزرگ میبینه و این برای کشور خطرناکه. آنچه میدانیم این است که با وجودی که زمستان‌های روسیه بسیار طولانی و بلندند، در نهایت حتما تمام می‌شوند. دوره پوتین هم همینطور است. اما اینکه بعدش چه می‌شود، خیلی برای پیش‌بینی زود است. استیو روزنبرگ، BBC نیوز، سایبریا.